تو کجایی؟ در گستره بیمرز این جهان تو کجایی؟ من در دور دست در این جای جهان ایستادم کنار تو. نمیشه از عشق حرف زد و از احمد شاملو و عشق اسطوره‌ایش آیدا حرفی نزد. اگه زنی به نام آیدا در مسیر زندگی و در کنار احمد شاملو قرار نگرفته بود، شاملو از دست رفته بود. آیدا نماد زنی است که با قدرت زنانگی زندگی رو به احمد شاملو برگردونده. امروز کتاب زندگی آیدا سرکیسیان، همسر و عشق جاودانه شاملو، شاعر پرآوازه ایرانی رو با هم ورق می‌زنیم. اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، از زیر همین ویدیو این کار رو انجام بدین و اگه ویدیو رو دوست داشتین با لایک و کامنت و شیر کردن ویدیوها در ساختن ویدیوهای بیشتر و بهتر به ما انگیزه بدین. ریتا آتان سرکیسیان در 23 آبان سال 1318 از پدر و مادری ارمنی متولد شد. در کودکی روزی از مادرش خواست که او را از این به بعد آیدا صدا بزنند. آیدا 6 سال تحصیلات ابتدایی را در مدرسه مریم فرانسوی ها که به دست خواهران روحانی اداره می شد درس خوند. متوسطه را در مدرسه ارامنه تهران و دبیرستان را در مدرسه شهربانو در جلفای اصفهان گذراند و دیپلم تجربی گرفت. یک سال در دانشکده بازرگانی مدیریت خوند و همون سال به انستیتوی ایران و فرانسه رفت که زبان فرانسه بخونه. نوروز سال 41 احمد شاملو با مادر و خواهرش به خانه‌ای در همسایگی خانه سرکیسیان نقل مکان کردن و با اونها همسایه شدن. آیدا میگه هر روز احمد رو میدیدم و بیشتر از اون که چشمان با نفوذش قلبم رو بلرزونه از رفتارش چیزی در میافتم که نامی براش نمیدونستم. بعضیا همدیگر رو میبینن و آشنایی پیدا میکنن و بعد عاشق میشن، اما ما همدیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم و بعد با هم آشنا شدیم. احمد قلبم رو تسخیر کرده بود ولی نمیخواستم چیزی بروز بدم. اولین بار جلوی دانشکده همدیگر رو از نزدیک دیدیم و چند ساعتی راه رفتیم. پر از شور زندگی بود. دفعه بعد که هم رو دیدیم، کتابی به من داد که روی جلدش نوشته بود باغ آینه، الف بام داد. من نمیدونستم او شاعر و الف بام داد خود اوست. خودش هم توضیحی نداد. گفت تو که شعر میخونی این رو هم بخون. میخوام نظرت رو بدونم. در ملاقات بعد خیلی جدی پرسید شعرها چطور بود؟ گفتم خیلی دوست داشتم. الف بامداد کیه؟ گفت شاعره. مهربانی، اعتماد به نفس، سماجت، شور زندگی، صلابت، شوق موسیقی، رفتار متین و تماشایی شاملو قلب آیدای جوان رو تسخیر کرده بود. آیدا میگوید من تصویری از محبت و عشق در ذهن نداشتم. نمیدونستم چی پیش اومده، فقط همینقدر میدونستم که وقتی کنار او هستم میتونم ببینم چیزی به اسم زیبایی هم دور و برمون وجود داره. ما همه اون زیبایی ها رو با هم قسمت کردیم و این درست زمانی بود که هر دو احتیاج به ارزشی داشتیم که به اون دست پیدا کردیم. میرفتیم و در گوشه می نشستیم و هیچی نمی گفتیم. ساعتها بود که به ثانیه‌ای می گذشت و شعر خواندن او بود که سکوت رو می شکست. من و احمد دلبسته هم شده بودیم. من باید با کسی حرف می زدم. داشتم دیوونه می شدم. تصمیم گرفتم برای پدرم نامه بنویسم. نامه رو نوشتم و یک روز صبح که پدرم سر کار می رفت نامه رو به دستش دادم و گفتم پدر لطفاً اینو بخونی. همه حرف هامو نوشتم و گفتم مردی رو دوست دارم که یک سر و گردن از مردهای دیگه سره. از منش و مهربانی و انسانیتش برای پدرم نوشتم. از شور زندگی سرشارش، از تجربه های دردناکش و داشته های معنویش نوشتم. زندگی با چنین شخصی کمال مطلوب من بود و میخواستم بقیه عمرم رو کنارش باشم و راه دیگه غیر از این نداشتم.
پدرم تمام جوانب کار رو سنجید، قضیه رو با مادر در میون گذاشت و مادرم که شبها همه میخوابیدن میومد با من حرف میزد تا منصرفم کنه. شرایط دشوار بود. دلایل ناراحتی پدر و مادر آیدا سن و سال و ازدواج‌های ناموفق شاملو و مسیحی بودن اونها بود. آیدا میگوید پدر و مادرم با خود احمد مشکلی نداشتن. بحث این بود که کار ما مرسوم نبود. آیدا دانشجوی 24 ساله، اهل کتاب و مطالعه، از خانواده مسیحی و با سطح رفاهی بالا، عاشق مردی 40 ساله شده بود که 2 شکست در ازدواج‌های قبلیش داشت و سالهایی رو هم به خاطر خط مشی سیاسی و روزهایی رو هم به خاطر بدهی مالی در زندان سپری کرده بود. او عاشق مردی مسلمان شده بود که در 40 سالگی از لحاظ مالی حداقل‌های ممکن زمان خود رو هم نداشت. و از اون بدتر مهر 2 طلاق در شناسنامه‌اش مهر تاییدی بود که نشون بده او مرد زندگی نیست. شاملو 2 بار ازدواج کرده بود. اولین ازدواجش با اینکه 4 فرزند داشت بعد از 10 سال به جدایی کشید و ازدواج دومش با دکتر توسی حائری برای شاملو زیاد از حد مدرن بود و 4 سال بعد به طلاق رسید. شاملو در اثر مشکلات عاطفی و بحرانهایی که پس از طلاق گرفتار اون بود، مدتی دچار توقف فعالیت و آفرینش هنری شد تا اینکه در فروردین سال 41 با آیدا آشنا شد. این آشنایی تأثیرات بسیاری بر زندگی شاملو گذاشت. او دلبستگی عاطفی شدیدی به آیدا پیدا کرد و بعد از مدتها به سرودن شعر برگشت و شعرهای او به اوج شکوفایی رسید و آشنایی با آیدا تبدیل به نقطه عطف زندگی احمد شاملو شد. با وجود تمام مشکلات و مخالفت‌ها این خواستن به ازدواج ختم شد. آیدا و احمد شاملو در فروردین سال 43 ازدواج کردند و زندگیشون رو در یک اتاق در روستایی با حداقل امکانات در شیرگاه مازندران آغاز کردند و 6 ماه اونجا اقامت داشتند. آیدا به خاطر احمد شاملو از دانشگاه دست کشید تا همراه و همگام و همچراغ او بشه. او شاملو رو دانشگاه خودش می دونست. او از همان آغاز پا به پای شاملو و حتی بیشتر مواقع فراتر از شاملو در زندگی گام بر می داشت. سالها نداشتنهای شاملو او رو نه ناامید می کنه نه باعث می شه که مسیرش رو جدا کنه. او 10 سال در نهایت فقر و نداری با شاملو زندگی کرد و وقتی از او میپرسیدند چیزی کم ندارید میگفت نه، توی خونمون چیزی از محبت کم نداریم و همین کافیه. وقتی احمد توی خونه هست همه چیز داریم. رابطه عاشقانه شاملو با آیدا از جمله مهمترین وجوه زندگی اوست. شاملو بارها به نقش بیبدیل آیدا در ادامه قلم زدن و شاعری خود اشاره کرده. زندگی سرشار از عشق و احساسی که نظیرش در جهان قصه و شعر یافت می شد. او در مصاحبه گفته بود هرچه می نویسم برای اوست، به خاطر اوست و به خواست او. من با آیدا اون انسانی رو که هرگز در زندگی خود پیدا نکرده بودم پیدا کردم. با آیدا شاملو دوباره طلوع کرد، زنده شد و زنده ماند. آیدا در مورد احساسش به احمد شاملو می گوید هر روز بیشتر عاشقش می شدم. هرچه بیشتر می شناختمش بیشتر عاشقش می شدم. گاهی از دست او عصبانی می شدم و لجم می گرفت. اما عشق هرگز کنار نمی رفت و همیشه بر جریان زندگی مسلط بود. من تپش و جوشش شاملو و اینکه گرم و دوست داشتنی بود رو دوست داشتم. او آدمی بود که ارزش‌های بسیار والایی داشت و من خوشحالم که کمی او رو میفهمیدم. شوخی نیست کنار چنین مردی بتونی دوام بیاری و زندگی کنی و بتونی او رو بفهمی و شرایط راحتی و مناسبی برای او به وجود بیاری و کاری نکنی که او آزرده بشه. این افتخار من بوده و هست که کنار او و آیدای او بودم. کتاب مثل خون در رگ‌های من نامه‌های عاشقانه‌ای است که احمد شاملو به آیدا نوشته.
که هرگز مشابه اون در ادبیات فارسی دیده نشده. آیدا در طول سالهای سختی و درد و ناامیدی و با تمام مشکلات شاملو در کنار او موند. وقتی شاملو دو جراحی سخت روی گردنش انجام داد و وقتی به خاطر دیابت دچار قانقاریا شد و پزشکان مجبور شدن یک پای او را قطع کنند. و در آخرین روزهای سخت عمر شاملو و لحظه مرگ آیدا همچنان کنار او بود. آیدا میگوید رفتم و سر احمدم را بغل گرفتم. خیلی ناگهانی تمام شد. احمد رفته بود. ناگهان خودم را روی زمین احساس کردم. تا شاملو بود پاهایم روی زمین نبود. من گیج و مبهوت شده بودم. دوست داشتم خودم همه کارهایش را انجام دهم. با صابون خوشبو بدنش را شستم و لباسهای نو به تنش پوشاندم. رفتم گل سرخ از حیاط چیدم و آوردم و گذاشتم روی پا و سینه احمدم. او رفته بود و راحت شده بود. آیدا نماد زنی شد که زندگی را به احمد شاملو برگرداند. آیدا فسخ عظیمت جاودانه احمد شاملو بود و شاید اگر آیدا پیدا نمی شد شاملو به زندگی خود پایان داده بود. بسیاری معتقدند اگر در زندگی صادق هدایت هم آیدایی وجود داشت شاید او هرگز خودکشی نمی کرد. بیهوده نبود که شاملو آیدایش را صبور و پرستار و مؤمن خواند و او را در صف معشوقان معروف شعر فارسی هم ردیف منیژه و لیلی و شیرین نشاند.